آقای مهندس، شما با همون کت شلواری در برنامه ما حاضر شدید که در مناظرات ریاست جمهوری حاضر بودید، درست گفتم؟ بله، به حساب فقر نذارید. اصلا یه نمایش درست حسابی ببینن، نه برنامه جالبی دیگه وجود داره که بشه جبران این نقیصه. آقای رئیس، واقعا چقدر خوبه که در بچه ها بشه روحیه همکاری و معاذرت به وجود آورد. شما فکرشو بکنین، همین بچه ها میخوان فردا وارد جامعه بشن. همین دیروز خدمت آقای زجاجی عرضیم کردم دوره دیگه بعد از انقلاب، آدم بعد از 10 سال همسایه بغل دستش هم میشنست. قبل از انقلابه این فیلم؟ برای قبل انقلابه؟ بله، فیلم قبل از انقلابه. بله، اونجا چون کرواتی هم داشتید و به هر حال یک، بله، این فیلم آقای محمد علی نجفی قبل از انقلاب کارگردانی کردن. دیگر مورد علاقتون قبل از انقلاب کی بود؟ آیا شمیتو؟ خیلی ها بودن، خارجی، ایرانی. بله، ایرانیم. حالا نمیتونم دقیقا بگم. چرا نمیتونید بگید؟ برای اینکه من بیشتر فیلمای خارجی میدیدم تا ایرانی. در حسینی ارشاد من احساسم اینه که دانش مکتبی بودن انسان رو مرحوم شریعتی آموزش میداد که انسان چجوری انسان مکتبی میتونه باشه. و در همون موقع ما خب فعالیت‌های سیاسی داشتیم. موقعی که شما حسینی ارشاد می‌رفتید چه کسانی رو خاطرتون هست که امروز بیشتر مردم می‌شناسن از هنرمندان احیانا اون موقع بودن که همراه شما بودن، یا چهره‌های شاخص سیاسی فرهنگی که حسینی ارشاد می‌آمدن؟ بله، خب خیلی ها بودن، از جمله همین آقای شریفی نیا بود. آره، میخواستم با آقای شریفی نیا برسم، ببینم شما بله. موقع دیده بود آقای بله. شریفی نیا رو؟ 14 سالش بود اونجا دکلمه می‌کرد و خیلی هم خوب بود، خیلی توانا بود. آقای میرحسین موسوی بودن در اون موقع، آقای محمد علی نجفی بودن. من معتقدم که انتخاب وزرا گاهی اتفاقی بوده. یه روز آقای عجیزا افشار، ما اون موقع تو جهاد سازندگی با هم بودیم، اومدن گفتن که آقای باهنر از من سوال کرد که برای وزارت صنایع چی خوبه. من گفتم فلانی، حالا برو شقای باهنر. من رفتم شقای باهنر، بعد ایشون هم خیلی محجوب بودن، خیلی خیلی آدم محجوب، با اینکه نخست وزیر بودن اون موقع، سرشون رو انداختن پایین گفتن که ما شما رو برای این سمت انتخاب کردیم، موافقی؟ به همین راحتی؟ به همین راحتی. یعنی هیچ عقبه از شما نداشتن، هیچ فعالیتی نمیشون؟ حالا شاید نمیدونم، شاید تحقیق کرده بودن، نمیدونم. بعد همه وزرا اون موقع این شکلی انتخاب میشدن یا شما به این شکلی؟ من به نظرم نوعا اینجوری بود. به همین دلیل هم بعضی وزرا خیلی خوب بودن، بعضی وزرا خیلی خوب نبودن. بله. اونا که خیلی خوب نبودن کیا بودن از نظر شما؟ خب من خوب نیست که اسم بیارم، ولی بودن. یعنی اینطوری فرض کنید که امتحان خوبی، یعنی احساس میکنید کم تجربه هم برای حوزه کاری که اومدن؟ کم کار بودن. جوون بودن؟ نه، جوون نبودن، کم کار بودن، دقت عمل نداشتن. وقت خود الان که مثل موقع نیستیم. آیا باشه میتبا الان هم همون جوری هست؟ همون جوری هستیم، فکر میکنم همون حالت رو روشه. بعد آها، یعنی شما معتقد بعد از 40 سال از انقلاب گذشته هنوز همینطوری وزیر انتخاب میکنیم؟ تقریبا بله. آخه الان خیلی رقابت های سیاسی زیاده، سمخواهی میکنن، یه خب بخشی رو به این حزب میدن. صلاحیت با رقابت سیاسی سنجیده نمیشه. صلاحیت باید ببینن که چه کسی چه سابقه ای داره، هوشش چقدره، توانمندی و به اصطلاح اعتماد به نفسش چقدره و چقدر تحت تأثیر دیگران قرار میگیره یا نمیگیره. چون خیلی ها هستن میان برای ملت کار نمیکنن، برای بعضی ها کار میکنن، نه بعضی ها که سوء استفاده مالی بکنن و تحت تأثیر قرار میگیرن. بسیار. این شایسته نیست. من اولین حقوقم که در سازمان برنامه بودجه با فوق لیسانس به عنوان سیستم آنالیست انتخاب شدم 2820 تومن بود. حقوق کارمندی خوبی بود. چه سالی؟ سال 50. سال 52 رفتم قزوین مدیر تولید یک کارخونه نساجی شدم. اونجا 20000 تومن حقوق می‌گرفتم، به طوری که با 3 ماه حقوقم یه دونه تویوتا خریدم. با 3 ماه حقوق یک تویوتا خریدم. بله، حقوقم خیلی خوب. یعنی قبل انقلاب هم حقوق نجومی داشتیم؟ بله، حقوق من حقوقم بهترین حقوق تو کارخونه بود. خب اون موقع که این پولو میگرفتید آیا حق شما نبوده این پولو میگرفتید؟
اگه حقتون بود نمیدادن برای اینکه یعنی به تعبیری معتقدید الان هم اگر ما حقوق بالا بدیم حق افراده؟ شاید بعضی از افرادی که الان ما معتقدیم حقوق نجومه میگیرن با کمتر از این دو سه ماه حقوق بتونن توی تا بگیرن، ولی به هر حال نقد زیادی بهشون وارده. خیلی ببینین من به نظر فشار اجتماعی وجود داره، مشاغل هست که اصلا با پول قابل سنجش نیست. هر چقدر بدیم کم دادیم. شما نگاه کنید، مثلا یه مهندس نفت در خلیج فارس روی سکوک داره کار میکنه، چقدر باید به این حقوق داد؟ چقدر باید دادن نظر شما؟ من به نظرم محدودیت نداره، هر چقدر بخواد باید بدیم. یه قاضی که میخواد قضاوت کنه میلیاردها تومن پول رو این بر کنه، آدم رو محکوم کنه محکوم نکنه، این باید چک سفید بهش بدن هر چقدر نیاز داشت. معتقد به پول زیاد دادن نیستم البته، ولی من معتقدم که بعضی از سمت‌ها و کارها هست که نمیشه اصلا با پول محدودش کرد. بریم سراغ حوزه تخصصی شما. شما دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شدید. بله. یک سودایی در سر دارید. بله. احتمالاً این سودا یا شهرت یا قدرت یا شاید شما بخواید بگید خدمت، من حالا نمیدونم، کدوم یکی از اینها رو دارین که دو دوره تا حالا کاندیدای ریاست جمهوری شدید؟ احساس میکنم که توانایی هایی دارم که اون توانایی ها میتونه به درد مملکت ما بخوره. من یه سوال درباره آقای قرضی میخوام ازتون بپرسم. یه جایی گفته بودید که پسر من نگران بودش که سرنوشت من در انتخابات مثل آقای قرضی بشه. مگه آقای قرضی چه سرنوشتی داشتن؟ ایشون نپسندیده بود به اصطلاح روش و بیان آقای قرضی رو، فکر میکرد که چهره ایشون در انتخابات یه مقداری مخدوش شده. شما خودتون این احساس رو داشتین نسبت به آقای قرضی؟ منم نپسندیدم نوع برخورد ایشون رو. البته ایشون از دوستان خیلی قدیمی بنده هستن، ارشد بنده هستن، هم در مهندسی ارشدن هم در سیاست ارشدن. مهندس ما یه قرعه کشی باید بکنیم، برنده امشبمونو ببینیم. ستاره سه، ستاره هشت مربع رو بگیرید. یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم برای اینکه شرکت کنید. شرکت کنندگان پولم میدن بابت این شرکتشون؟ اگر سوالتون تمام شده من توضیح بدم. حالا من این سوال کردم از شما. ببینید، به این شکله که شرکت میکنن، ستاره سه، ستاره هشت مربع رو میگیرن، ازشون یک سوالی پرسیده میشه که نظرشون درباره برنامه امشب و سوالای شما چیه؟ که یا صریح و شفافه یا محافظه‌کارانه. یکی از این دو گزینه رو انتخاب میکنن، یک یا دو. هر کدوم از این مراحل قطعا پولی نیست، اما در ادامه ازشون سوال میشه. یعنی اینجا موضوع شرکت در مسابقه برنامه ما تموم میشه، ولی پیشنهاد میشه اگر دوست دارن میتونن در یک اپلیکیشنی عضو شن. عضویت در اون اپلیکیشن بله یک هزینه ای داره که بهشون اعلام میشه، کاملا هم داوطلبانه است، میتونن عضو بشن یا نشن. اگر نه شرکت در برنامه ما هم یه همچین چیزی بود، منتها دیجیتال نبود، بلیط بخت آزمایی بود میفروختن و قرعه کشی. شما معتقد این هستای مهندس؟ من معتقدم این خراب شده. بسیار خب، منم شاید همه برنامه هم از این کارو دارن میکنن. من هم شاید مثل شما یک جاهایی نقد داشته باشم، اما باید ببینیم. به هر حال سازمان صدا و سیما یک سازمانیه با کلی هزینه، با کلی بودجه، و دولت باید و نهادهای دیگه کمک کنن تا بتونه برنامه سازی کنه. بله ببخشید، من نمیخوام این رو با این حرفم مقایسه کنم، ولی یه نفر دزدی میکرد، میگفت من میخوام کار خیر بکنم و بنابراین این پول میرفت صدقه میداد. من الان دنبال این نیستم که درباره ستاره ها و این عدد هایی که این روزها در سازمان صدا و سیما داره زیاد هم تبلیغ میشه نظری بدم، چون واقعا یک جاهایی میبینیم که خودمون بیش از حد داره این کار انجام میشه، اما بحث شرعیش واقعا کاملا قابل بررسی. خوب اصلا بشینیم یک بار صحبت کنیم. نه، باید علما و مراجع تقلید نظر بدن، ظاهرا رضایت دارن چون خبری نشده. پس نظر شما اینه که رضایت دارن. به هر حال ما هم دوست داریم که این اتفاق رخ نده تو برنامه، بتونیم با بودجه هایی که وجود داره برنامه سازی کنیم. از 1 تا 35,089 یک عدد لطفاً بگید. اول استغفار خانم... کنم بعد بگم. استغفار کنید. خانم کلبی هم به عنوان ناظر اینجا هستن. از 1 تا 35,089 35,000 دوستان تا انتخاب کنم. استغفار چی بود داستانش؟
چون شریک این قضیه شدن. آها شریک این قضیه شدن.